خدای خالق و حیات بخش آیا او تکلم می کند؟ آیا وجود ما برای او اهمیت دارد؟ آیا می توان او را شناخت؟ بله، او تکلم فرموده و به ما توجه می کند و در پیغامش به ما می گوید که چگونه می توان او را شناخت. 3500 سال پیش خدا شروع به وحی کردن نمود و در طول 1500 سال بعد از آن به تکلم نمودن ادامه داد و 40 نفر از انبیای او پیغام های خدا را با الهام او نوشتند. نوشته های اولیه شامل تورات، زبور و کتب انبیای قوم اسرائیل بودند که مجمعا عهد عتیق نام گرفتند. بقیه کلام خدا انجیل مقدس یا عهد جدید را تشکیل دادند و همگی با هم به عنوان کلام خدا شناخته شدند. امروز همان نوشته ها در یک کتاب به نام کتاب مقدس در دسترس ما می باشند. کلمات مقدس این کتاب ما را در مورد خدا و اینکه چقدر به همه مردم جهان محبت دارد آگاه می سازند. این داستان خداست. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بیشکل بود و تاریکی و آب آن را پوشانیده بود و روح خدا بر روی سطح آبها حرکت می کرد و خدا گفت روشنایی بشود، پس روشنایی شد و خدا روشنایی را دید که نیکوست، پس روشنایی را از تاریکی جدا ساخت و روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید و این روز اول بود. و خدا گفت توده های بخار آب از هم جدا شوند تا آسمان در بالا و اقیانوس ها در پایین تشکیل گردند. و شب بگذشت و صبح شد و این روز دوم بود. و خدا گفت آب‌های زیر آسمان در یک جا جمع شوند و خشکی ظاهر گردد و چنین شد و خدا خشکی را زمین نامید. و اجتماع آب‌ها را دریا و خدا دید که این نیکوست. و خدا گفت زمین نباتات را برویاند، گیاهانی که دانه می‌آورند و چنین شد و خدا دید که این نیکوست. و شب سپری گشت و صبح شد و این روز سوم بود. و خدا گفت اجسام نورانی در آسمان باشند تا روز را از شب جدا کرده و علامتی باشند برای زمانها. و خدا دو جسم نورانی بزرگ بساخت، خورشید را برای حکومت بر روز و ماه را برای حکومت بر شب. او همچنین ستارگان را آفرید و آنها را در آسمان گذاشت تا بر زمین روشنایی دهند و خدا دید که این نیکوست. و این روز چهارم بود. و خدا گفت انواع جانوران دریایی آبها را پر سازند و پرندگان بالای زمین در آسمان پرواز کنند. پس خدا نهنگان بزرگ را آفرید و همه جانوران آبزی و همه پرندگان بالدار را. و خدا دید که این نیکوست، پس آنها را برکت داد و گفت بارور و کثیر شوید. و این روز پنجم بود. پس خدا فرمود زمین از جانوران پر شود. پس خدا حیوانات بر روی زمین آفرید، بهایم و انواع خزندگان و همه حشرات را. همگی موافق نوع خود تولید می کردند و خدا دید که این نیکوست. سپس خدا فرمود انسان را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. پس خداوند خدا انسان را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و انسان موجود زنده‌ای شد. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید و ایشان را نر و ماده آفرید. و خدا انسان نخستین را آدم نامید و سپس آدم زن را حوا نامید. و خدا فرمود مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و این دو یک تن خواهند بود. و آدم و حوا هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. و خدا هرچه آفریده بود بدید و همانا بسیار نیکو بود. این روز ششم بود. بدین ترتیب آسمانها و زمین و هر آنچه در آنها بود آفریده شد. پس در روز هفتم خدا از کار آفرینش فارغ شد و روز هفتم را مبارک خواند و تقدیس نمود. و خداوند خدا همچنین باغی در عدن بساخت و هر درخت خوشنما و خوشطعم را از زمین رویانید و در باغ دو درخت قرار داد، درخت حیات و
و درخت شناخت نیک و بد. پس خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری مطمئن باش که خواهی مرد. خدا محبت خود را با آدم و حوا با بخشیدن هر آنچه که با آن نیاز داشتند و حتی بیش از آن ابراز نمود تا از زندگی به پری لذت ببرند. او همچنین با آنان آزادی اراده بخشید تا انتخابهای خود را بکنند، و خدا به این اجداد ما فرصتی داد تا از این توانایی خود به طرز حکیمانه استفاده کنند. خدا میخواست آدم و حوا با اطاعت کردن از تنها فرمان وی او را احترام گذارند، یعنی با نخوردن از میوه آن یک درخت. ما بقی در اختیار آنان بود تا از آنها لذت ببرند و در شادی در آن باغ زیبا زندگی کنند. آدم و حوا فقط میبایست به حکمت خدا اعتماد کرده و از او اطاعت نمایند. میبایستی به خاطر زندگی و آزادی که داشتند قدرشناس و شاد باشند. اما آزادی در انتخاب منجر به شادی نمی شود وقتی که آنچه بد است انتخاب می گردد. قبل از آنکه خدا آدمیان را خلق کند، او آزادی انتخاب را به فرشتگان عطا نمود. خدا مایل بود که این فرشتگان او را تکریم نمایند، همانطور که مایل بود آدمیان او را محترم شمارند. اکثر فرشتگان اطاعت از خدا را انتخاب نمودند، اما فرشتگان دیگر آنچه را که بد بود برگزیدند. محبت خدا را رد نموده، لوسیفر را که زیباترین فرشته بود به عنوان رهبر برای خود انتخاب نمودند. غرور لوسیفر باعث شد که مقام محترم خود در حضور تخت خدا را از دست بدهد. به خاطر سرکشیش از آسمان سقوط کرد، زیرا با خدا مقابله کرده و در دل خود گفته بود مانند خدا خواهم شد. لوسیفر که در کتاب مقدس به عنوان شیطان نیز از او نام برده شده، خواهان پرستشی است که فقط به خدا تعلق دارد. شیطان آدمیان را فریب می دهد و حتی خود را به صورت یک فرشته زیبای نورانی ظاهر می سازد تا پرستش مردم را برای خود به دست آورد. اما دروغ‌ها و مذاهب کاذب و چیزی جز درد و رنج و نابودی به بار نمی آورند. به این علت خدا بر لوسیفر غضب نموده، فرموده تو به جهنم فرو خواهی رفت. در باغ زیبای عدن، محل زندگی آدم و حوا، شیطان خود را به صورت ماری به حوا ظاهر ساخت، و مار از همه حیوانات که خداوند خدا ساخته بود زیرکتر بود، و مار به زن گفت آیا مطمئن هستی که خدا گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت ما می توانیم از میوه همه درختان باغ بخوریم به جز از میوه درختی که در وسط باغ است. در مورد آن خدا فرموده از آن مخورید، اگر بخورید خواهید مرد. مار به زن گفت یقینا نخواهید مرد، بلکه خدا می داند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و مانند خدا شده نیک و بد را خواهید شناخت. کتاب مقدس می فرماید که شیطان پدر دروغ هاست. او سعی کرد که حوا را فریب دهد و در مورد خدا به او دروغ گفت. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا می آید، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او هم خورد، و فوراً چشمانشان باز شد، روحشان بمرد و فهمیدند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته تا خود را بپوشانند، و سپس هنگامی که صدای خداوند خدا را شنیدند که در هنگام عصر در باغ می‌خرامید، آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. چون به جای اعتماد کردن به کلام خدا به حکمت خودشان اتکا کردند، روحاً مردند و دوستی صمیمی خود را با خداوند از دست دادند. و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ آدم گفت چون صدایت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. خداوند گفت که تو را آگاهانی که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که تو به من دادی وی از میوه درخت به من داد که خوردم.
پس خداوند به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نموده که خوردم. پس خداوند خدا به مار گفت چون که این کار را کردی از تمام حیوانات زمین ملعون‌تر خواهی بود، بر شکمت خواهی خزید و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد و دشمنی در میان تو و زن خواهم گذاشت و از نسل زن کسی خواهد آمد که سر تو را خواهد کوبید. این لعنت بر ضد شیطان اولین اشاره در کلام خداست که روزی او نجات دهندهی خواهد فرستاد تا شیطان را شکست دهد. و خداوند به زن گفت درد زایمان تو را بسیار افزون خواهم گردان، با درد فرزندان خواهی زایید و شوهرت بر تو حکمرانی خواهد کرد. و با آدم گفت چون سخن نادرست زنت را پذیرفتی و از آن درخت ممنوع خوردی، زمین ملعون شده و از حالا به بعد در هر روز زندگیت فقط با زحمت از محصول زمین خواهی خورد. خار و خس زمین خواهد رویانید، با عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا زمانی که به خاک برگردی، زیرا تو را از خاک سرشتم و به خاک هم برخواهی گشت. برگ های انجیر که آدم و حوا به هم دوخته بودند، عریانی آنان را نمی پوشانید. بنابراین خداوند خدا رخت ها برای آنان از پوست حیوانات بساخت. خدا می بایستی حیوانی را قربانی کند تا برای آنان پوششی فراهم بسازد. پس از طریق آدم گناه و مرگ به دنیا وارد شد. این روش پوشانیدن سرکشی انسان ها به وسیله مرگ یک بیگناه نقشه خدا بود. حتی پیش از آفرینش دنیا او می دانست که انسان ها احمقانه رهبری او را رد خواهند کرد، سعی خواهند نمود که خود خدای زندگی خود باشند و شکست خواهند خورد. خدا این رد کردن رهبری او را گناه می نامد. اما با وجود این، به خاطر محبت خود برای تمام جهان، اراده او بر این قرار گرفت که نجات دهندهی بفرستد که خواهد مرد تا عطیه آمرزش از گناهان را برای آدمیان مهیا سازد. سپس خداوند آدم و حوا را از باغ عدن بیرون کرد و در باغ فرشتگانی قرار داد تا با شمشیری آتشین راه دسترسی به درخت حیات را محافظت کنند. از زمان گناه آدم، مرگ همه انسانها را در بر گرفت. لیکن در داستان خدا هنوز امید وجود دارد. وقتی حوا حامل شد، پسری زایید و گفت پسری از یهوه حاصل نمودم و او را قائن نامید. و بار دیگر پسر دومی زایید و او را حابیل نام نهاد. حابیل چوپان بود و قائن کشاورز. سپس در زمانی که خدا مقرر کرده بود، قائن هدیه ای از محصول زمین برای خداوند آورد، اما حابیل گوسفندی به حضور خداوند تقدیم نمود و خداوند حابیل و هدیه او را پذیرفت، اما قائن و هدیه او مقبول خداوند واقع نگشت. خشم قائن به شدت افروخته شد. آنگاه خداوند به قائن گفت چرا خشمناک شدی؟ سپس خدا به قائن یادآوری کرد که قربانی مقبول او حیوان ذبح شده است. همانطور که برگ های انجیر نمی توانست عریانی آدم و حوا را بپوشاند، محصول زمین نیز هرگز نمی توانست گناه را بپوشاند. قائن با نیاوردن هدیه قربانی یک حیوان نسبت به خدا سرکشی نمونه بود، چون نمی خواست خدا را بر طبق روشی که او مقرر کرده بود عبادت نماید. کتاب مقدس می فرماید که هدیه حابیل بر اساس ایمانش به کلام خدا بود، اما هدیه قائن نشانه از بی ایمانی او بود. از اول تا آخر کلام خدا، خداوند آشکار می نماید که بدون ریختن خون آمرزش برای گناه وجود ندارد. اما قائن حاضر نشد از خدا اطاعت کند و در عوض تقصیر سرکشی خود را به گردن برادرش حابیل انداخت. و چون روزی در صحرا بودند، قائن به حابیل حمله کرد و او را کشت. سپس خداوند از قائن پرسید برادرت حابیل کجاست؟ قائن پاسخ داد نمی دانم، مگر من نگهبان برادرم هستم. و خداوند گفت چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد و اکنون تو ملعون هستی. پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت. سرکشی او بر علیه خدا اولین قتل و اولین خانواده از هم پاشیده را سبب شد.
پس از مرور ایام اولاد آدم و حوا شروع کردن به زیاد شدن، ولی چون خداوند دید که شرارت انسان بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است، خداوند محزون شد و خداوند فرمود انسان را که آفریدم از روی زمین محو سازم. اما نوح در نظر خداوند التفات یافت. نوح مردی رستگار و مطابق خواست خدا زندگی میکرد. پس خدا به نوح گفت تصمیم گرفتم تمامی بشر را هلاک سازم، زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است. برای خود کشتی از چوب بساز و در آن اتاقها بنا کن و درون و بیرون آن را با قیر بپوشان و طول کشتی 200 ذراع، عرضش 50 ذراع و ارتفاع آن 30 ذراع باشد، ولی فقط یک در داشته باشد. تو و خانواده‌ات بایستی به کشتی داخل شوند و جمعی حیوانات یک جفت نر و ماده به داخل کشتی بیاور تا زنده بمانند. اما از هر حیوانی که من آنها را پاک اعلام نمودم 7 جفت نر و ماده به درون کشتی ببر. در هنگامی که کشتی ساخته می شد، نوح به مردمان شریر زمانش می گفت که همه کسانی که حاضر نباشند از خدا اطاعت کرده و او را تکریم نمایند از بین خواهند رفت. مردم نوح را مسخره کرده و به هشدارهای خدا خندیدند، ولی نوح و خانوادش به خدا ایمان داشته و از او اطاعت کردند. پس در زمان موعود به کشتی داخل شده و خداوند در را پشت آنان بست و خدا 40 روز و شب باران بر روی زمین بارانید. آب‌های زیر زمین فوران کرده، آب بر روی زمین بسیار افزایش یافت. سرانجام آب همه چیز بر روی زمین را پوشانیده، تپه‌ها و حتی کوه‌های بلند را. همگی موجودات زنده از بین رفتند. آب سطح زمین را برای 150 روز پوشانید. اما خدا از نوح و خانواده او و تمام جانداران درون کشتی نگهداری نمود. سپس خدا بادی بر زمین وزانید و سطح آب رفته رفته کاهش یافت. آب رفته رفته فرو نشست و وقتی که کشتی بر روی کوههای آرارات قرار گرفت و گیاهان دوباره شروع به رشد کردند، خدا به نوح گفت از کشتی بیرون شو، تو و خانواده‌ات و همه جانوران درون کشتی. و آنان بیرون آمدند و نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و قربانی ها به حضور خداوند تقدیم نمود. سپس خدا نوح و پسرانش را برکت داده فرمود بارور و کثیر شوید و تمامی زمین را پر سازید و برای غذا علاوه بر گیاهان می توانید از گوشت حیوانات نیز بخورید، اما هر که خون انسان را ریزد باید خونش ریخته شود، زیرا خدا انسان را در سیرت خود ساخته است. سپس خدا فرمود اینک من با شما و با اولاد بعد از شما پیمان خود را استوار می سازم. بار دیگر آدمیان و حیوانات از روی تمامی زمین با آب طوفان هلاک نخواهم نمود و رنگین کمان خود را به عنوان نشانه عهد خود در ابرها قرار می دهم. هر زمان بارانی را بر روی زمین بیاورم، رنگین کمان را دیده پیمان خود را محترم خواهم شمرد. نسل ها بعد از نوح در هنگام که هنوز تمامی آدمیان یک زبان داشتند، مردم از مشرق کوچ کرده در دشتی در خاورمیانه ساکن شدند و به یکدیگر گفتند بیایید شهری و برجی برای خود بنا کنیم تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم، مبادا پراکنده شویم. این سرکشی علنی بود بر علیه فرمان خدا که فرموده بود بروید و تمامی زمین را پرسازید. همچنین برجی که می‌خواستن بسازن به منظور پرستش خورشید و ماه و ستارگان بود. انسان‌ها تصمیم گرفتن به جای خداوند خلقت او را پرستش کنند و خداوند فرمود همانا تمامی آدمیان به صورت یک قوم در آمده و چون به یک زبان صحبت می کنند قادر به انجام هر نوع فکر شریران خواهند بود. پس اکنون ناظر شویم و زبان آنها را تغییر دهیم تا نتوانند سخن یکدیگر را بفهمند. و خداوند زبان آنها را تغییر داد و مشوش ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آن شهر را بابل یعنی مشوش نامیدند.
و از آنجا آدمیان بر روی تمامی زمین پراکنده شدند. حدود 400 سال بعد از طوفان بزرگ، خدا به ابرام که در خاورمیانه در شهری به نام اور زندگی میکرد نازل شده فرمود: وطن خود را ترک کن و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو و از تو ملتی عظیم ساخته، تو را برکت داده و نام تو را بزرگ سازم و برکت دهم به آنانی که به تو خوبی کنند و لعنت کنم به آنانی که به تو بدی کنند و از طریق تو جمیع مردم جهان برکت خواهند یافت. پس ابرام چنان که خداوند به دو امر فرموده بود روانه شد و وارد سرزمین کنعان گشت. و دوباره خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت: به نسل تو این زمین را میبخشم، اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر میتوانی، به همین ترتیب نسل تو نیز بیشمار خواهند بود. اگرچه در آن زمان ابرام و زنش سارا بدون فرزند بودند. و ابرام به خداوند ایمان آورده اعتماد کرد و خداوند ابرام را به خاطر ایمان و اعتمادش پذیرفت و او رستگار شد. پس ابرام گفت: ای خداوند یهوه، به چه نشانه ای مطمئن شوم که تو این سرزمین را به میراث به من خواهی داد؟ و خدا به ابرام گفت: بدین گونه خواهد بود که نسل تو به مدت 400 سال در سرزمین بیگانه بندگی خواهند کرد و مورد ظلم قرار خواهند گرفت. ملتی از آنان بردگی خواهد کشید، ولی من آن ملت را تنبیه خواهم نمود و بعد از آن نسل تو از آن مملکت بیرون خواهند آمد و آنها پس از 4 نسل به این سرزمین باز خواهند گشت. اما سارای زن ابرام هنوز فرزندی نیاورده بود و سنش بالا می رفت. پس سارای به ابرام گفت: به کنیز مصری من هاجر درآی و از او صاحب فرزند شو، من فرزندان او را فرزندان خود در نظر خواهم گرفت. ابرام با نقشه سارای موافقت کرده، اگرچه خداوند را دوست می داشت، اما در دل خود شک کرد که خدا قادر است از طریق زن خودش سارای به او فرزندی بدهد. پس هاجر برای ابرام پسری زایید و او را اسماعیل نام نهاد. 13 سال بعد، هنگامی که ابرام 99 ساله بود، خداوند دوباره به او ظاهر گشت و گفت: من هستم خدای قادر مطلق، از من اطاعت نما و به تو نام جدیدی می دهم. از این به بعد نام تو ابراهیم خواهد بود، یعنی پدر ملت‌های بسیار، و سارای ساره خوانده خواهد شد، یعنی شاهزاده، و ساره را برکت خواهم داد و پسری نیز از وی به تو خواهم بخشید و از اون ملت‌های بسیاری به وجود خواهم آورد. آنگاه ابراهیم در حضور خداوند گفت: کاش که همان اسماعیل را منظور بداری. خدا گفت: در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، او را برکت خواهم داد و کثیر گردانم. و خدا به وعده خود به ابراهیم عمل نمود و از نسل اسماعیل قوم عرب را به وجود آورد. و سپس خدا فرمود: اما با پسر ساره و نسلی که از او خواهند آمد پیمان جاودانی خود را استوار خواهم داشت. بعد از آن ساره پسری برای ابراهیم زایید و او را اسحاق نام نهادند. و واقع شد هنگامی که اسحاق بزرگ شده بود، خدا ایمان ابراهیم را امتحان کرده بدو گفت: ای ابراهیم. ابراهیم عرض کرد: لبیک. و خدا گفت: اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو نشان می‌دهم به عنوان هدیه سوختنی قربانی کن. بامدادان ابراهیم برخاسته پسر خیش اسحاق را برداشت و به سوی آن مکانی که خدا فرموده بود روانه شد. و در روز سوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرده آن مکان را از دور دید. پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و کارد را به دست خود گرفت. و اسحاق از ابراهیم پدر خود پرسید: ای پدر، هیزم و آتش با خود داریم، اما بره قربانی کجاست؟ ابراهیم گفت: ای پسر من، خدا بره قربانی را خود مهیا خواهد ساخت. و چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود رسیدند، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود و هیزم را برهم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح گذاشت
و ابراهیم کارد را گرفت تا پسر خیش را قربانی کند. در حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا درداد و گفت ای ابراهیم، ای ابراهیم. عرض کرد لبیک و خداوند گفت دست خود را بر پسر خود دراز مکن، زیرا که الان دانستم که تو مرا احترام می نمایی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرده دید که اینک قوچی شاخهایش در بوته گیر کرده است. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن را عوض پسر خود به عنوان هدیه سوختنی قربانی کرد. کتاب مقدس می فرماید ابراهیم می دانست که خدا به وعده های خود در مورد اسحاق عمل خواهد نمود، حتی اگر لازم باشد که او را پس از مرگ زنده گرداند. پس به خاطر ایمانی که ابراهیم از خود نشان داد، خدا گفت هر آینه تو را برکت دهم و نسل تو را کثیر سازم، از نسل تو جمعی ملت های زمین برکت خواهند یافت. ابراهیم شادی نمود وقتی درک کرد که آن نجات دهنده موعود که مدت‌ها پیش خداوند وعده آمدنش را داده بود از نسل وی خواهد آمد. این آزمایش همچنین نشان داد که چگونه روزی خدا پدر آسمانی پسر یگانه خود را به عنوان قربانی گناهان تمام جهان تقدیم خواهد کرد. اسحاق ازدواج کرد و پدر دو فرزند دوقلو به نام‌های یعقوب و عیسو گشت. بعدها خدا نام جدیدی به یعقوب داده و او را اسرائیل خواند. او انتخاب شده بود تا از نسلش نجات دهنده موعود بیاید. یعقوب 12 پسر داشت که یکی از آنان به نام یوسف را برادرانش از روی حسادت به بردگی فروختند. اما به خاطر محبت‌های خدا در آخر یوسف به مقام نخست وزیری مصر رسید و چون مرد خدا بود برادران خود را بخشید و از تمام آنان دعوت نمود که به مصر بیایند تا از قحطی سختی که پیش آمده بود در امان باشند. پس اولاد ابراهیم و اسحاق و یعقوب که 70 نفر بوده به عنوان بنی اسرائیل شناخته شدند. به مصر، به سرزمینی که روزی آنها را به بردگی می‌کشیدند رفتند، همانطور که خدا قبلاً به ابراهیم گفته بود. پس از سالها بنی اسرائیل در مصر کثیر شدند و پادشاه دیگری در مصر برخاست که یوسف را نمی‌شناخت و از ازدیاد بنی اسرائیل نگران بود. او به مصریان گفت همانا قوم اسرائیل از ما بیشتر و زورآورترند، بیایی چاره‌ای بیندیشیم، چون اگر تعدادشان زیادتر شود و واقع شود که جنگی پدید آید، ایشان با دشمنان ما متحد خواهند شد و با ما جنگ خواهند کرد. پس مصریان بنی اسرائیل را به بردگی کشیدند. مأموران سنگدل فرعون با نهادن کارهای دشوار بر آنان زندگی را برای آنان تلخ کردند. اما هرچند بیشتر بر بنی اسرائیل بدی کردند، تعداد آنان بیشتر می‌شد. پس فرعون قابله‌های عبرانی را به حضور خود خواند و به آنان دستور داد که پسران اسرائیل را در هنگام تولد بکشند، ولی دختران را زنده نگه دارند. یک مادر عبرانی پسر نوزاد خود را برای 3 ماه پنهان کرد، ولی دیگر نمی‌توانست. پس او را در سبدی گذاشته آن را قیرندود کرد و آن را در میان نیزارهای رود نیل رها ساخت. در همین هنگام دختر فرعون برای آبتنی به کنار رودخانه آمد و سبد را دیده به درون آن نگاه کرده، چون طفل را دید طفل گریان بود. دل دختر فرعون بر وی بسوخت و گفت این از اطفال عبرانیان است. او طفل را برداشته و او را مانند پسر خود بزرگ کرد و وی را موسی نام نهاد، یعنی از آب گرفته شده. پس برای موسی مقدر شد که پادشاهی مصر با تمام ثروت‌های آن را به میراث ببرد. و چون بزرگ شد نزد خیشان عبرانی خود که در بردگی بودن رفت و همونطور که کارهای دشوار ایشان را مشاهده می کرد، دید که شخصی مصری یک برده عبرانی را می زند. پس به اطراف نگاه کرد و چون فکر کرد کسی او را نمی بیند، آن مصری را کشت و جسدش را در زیر ریگ‌ها پنهان نمود. اما فرعون از این ماجرا باخبر شده خواست که موسی را بکشد. پس موسی از مصر فرار کرده به سرزمین مدیان رفت. بعد از 40 سال آن فرعون مرد و بنی اسرائیل از ظلمی که با آنان میشد آه میکشیدند و خدا ناله ایشان را شنید. و خدا عهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب محترم شمرد. موسی چوپان شده بود و روزی همانطور که گله خود را در صحرا میچرانید، فرشته خداوند در شعله از آتش از میان بوته‌ای بر وی ظاهر شد و اگرچه بوته با آتش مشتعل بود اما نمیسوخت. پس موسی گفت بایستی که به نزدیک آن بروم و این امر عجیب را ببینم که چرا بوته سوخته نمی شود. وقتی که نزدیک شد خدا از میان بوته به وی ندا در داد و گفت موسی، موسی.
گفت لبیک. خدا گفت بدین جا نزدیک میا، کفش هایت رو از پاهای هایت درآور، زیرا بر زمین مقدس ایستاده ای. من هستم خدای پدرانت. آنگاه موسی روی خود را پوشانید، زیرا ترسید که به خدا بنگرد. و خداوند گفت هر آینه مصیبت عظیم قوم خود را که در مصرند دیدم و ناله ایشان از دست اربابانشان را شنیدم، زیرا غمهای ایشان را میدانم و نزول کردم تا ایشان را از دست مصریان خلاصی دهم و ایشان را به زمینی نیکو که در آن شیر و شهد جاریست ببرم. پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. و موسی به خدا گفت من کیستم که نزد فرعون بروم و قوم تو را از مصر بیرون آورم؟ و چون به بنی اسرائیل گویم که خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند که نام او چیست، بدیشان چه گویم؟ و خدا به موسی گفت هستم آن که هستم. به بنی اسرائیل چنین بگو یهوه هستم مرا نزد شما فرستاده. و موسی به خداوند گفت ای خداوند، من مردی سخنور نیستم بلکه لکنت زبان دارم. اما خداوند پاسخ داد کیست که زبان را به انسان داد؟ آیا نه من که یهوه هستم؟ پس اکنون برو، برادرت هارون سخنور خوبی است، با کمک او صحبت کن و من با زبان تو و با زبان او خواهم بود و آنچه باید بگویید و انجام دهید را به شما خواهم آمود. چون به مصر برگردی در مقابل فرعون معجزات خواهی کرد، ولی او دل خود را سخت خواهد ساخت تا قوم را رها نکند. به فرعون بگو خداوند چنین می فرماید اسرائیل پسر من و نخست زاده من است، پسرم را آزاد کن تا مرا عبادت نماید و اگر از رها کردنش سرپیچی کنی همانا پسر تو را می کشم. موسی و هارون نزد فرعون رفته و پیغام خدا را به او گفتند یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید قوم مرا آزاد کن. اما فرعون گفت یهوه کیست که از او اطاعت کنم و اسرائیل را آزاد سازم؟ یهوه را نمی شناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد. آنگاه موسی نزد خداوند برگشته گفت خداوندا چرا مرا فرستادی؟ نزد فرعون رفتم تا در نام تو با او سخن گویم، اما تو قوم خود را رهایی ندادی. خدا پاسخ داد من هستم یهوه و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم. سپس خداوند به موسی توضیح داد که به زودی خود را در مصر به عنوان یهوه نجات دهنده آشکار خواهد ساخت و همچنین به مصریان یاد خواهد داد که همه آدمیان بایستی یگان خدای راستین یعنی یهوه را عبادت کنند، نه چیزهایی را که او آفریده است. پس خداوند به موسی و هارون گفت به حضور فرعون برو، عصای خود را بگیر و دست خود را به سوی تمام آبهای مصر دراز کن. آنان چنان که خداوند امر فرموده بود کردند و هارون با عصا ضربه‌ای به رود نیل زد و تمامی آب رود نیل به خون مبدل شده، ماهیانی که در رود بودند مردند و آب گندید و در تمامی مصر مصریان از آب رود نیل نتوانستند بنوشند. و باز خداوند به موسی گفت نزد فرعون برو و بگو خداوند چنین می‌فرماید قوم مرا رها کن تا مرا عبادت نمایند و اگر سرپیچی کنی همانا تمامی سرزمین تو را از قورباغه‌ها پر خواهند ساخت. پس قورباغه ها از رود نیل بیرون آمده تمامی مصر را پوشانیدند. آنگاه فرعون موسی و هارون را خوانده گفت بروید و نزد خداوند دعا کنید تا قورباغه ها را دور کند و من قوم اسرائیل را رها خواهم کرد. اما چون فرعون دید که از آن بلا رهایی یافته، باز دل خود را سخت ساخت همانطور که خداوند گفته بود. پس خدا به آوردن بلاهای مختلف بر سرزمین مصر ادامه داد و هر بار فرعون تقاضا کرد که بلا متوقف شود و همانطور هم شد، اما در هر بار او به قول خود وفا نکرد. پس در تمامی سرزمین مصر خدا غبار زمین را به پشه‌ها تبدیل نمود تا بر انسان و حیوانات هجوم آورند و جادوگران مصر به فرعون گفتند که این عمل دست خداست. پس خدا انبوهی از مگس بر فرعون و بندگان او فرستاد. بعد بلای هولناک فرستاد که تمامی بهایم مصر را کشت، اما هیچ کدام از گله‌های بنی اسرائیل نمردند.
سپس موسی در حضور فرعون ایستاد و خاکستر کوره‌ای را به سوی آسمان پاشید و بر روی بدن مصریان و حیواناتشان دمل‌ها درآمد. سپس خدا هشدار داد که تگرگی بسیار سخت خواهد بارانید. هر کس که کلام خداوند را باور نمود، نوکران و چارپایان خود را در خانه‌هایشان پنهان ساختند. اما آنانی که به کلام خداوند توجه ننمودند، نوکران و چارپایان خود را در صحرا واگذاشتند. تگرگ آمیخته با آتش فرود آمد و خرابی عظیمی به بار آورد. فقط در سرزمین جوشن محل زندگی بنی اسرائیل تگرگی نبود. سپس خداوند انبوهی از ملخ را فرستاد و ملخ‌ها چنان همه چیز را پوشانیدند که از شدت هجوم آنان همه جا تاریک شد و تمامی گیاهانی را که تگرگ‌ها از بین نبرده بودند خوردند. سپس خداوند تاریکی بر مصر حاکم کرد. تاریکی چنان غلیظ بود که تا 3 روز در تمامی مصر دیده می شد. مردم نمی توانستند یکدیگر را ببینند و کسی از خانه خود خارج نشد. اما در خانه های جمعی بنی اسرائیل روشنایی بود. هنوز فرعون حاضر نبود که قوم اسرائیل را آزاد سازد و حتی موسی را تهدید نمود که از حضور من بیرون شو، زیرا روزی که مرا ببینی خواهی مرد. و موسی پاسخ داد: نیکو گفتی، روی تو را دیگر نخواهم دید. سپس خداوند به موسی گفت: یک بلای دیگر بر فرعون و مصر فرود خواهم آورد و بعد از آن فرعون قوم مرا رها خواهد کرد. این بلا مرگ بر تمامی نخست زادگان در مصر خواهد آورد و چنان شیون عظیمی در تمامی سرزمین مصر خواهد بود که مثل آن نشده و مانند آن دیگر نخواهد شد. ای موسی، تمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده بگو هر خانواده بره ای را بگیرد و این بره بایستی بره نر 1 ساله و بدون هیچ عیبی باشد. و هر خانواده بره خود را در 14 این ماه در عصر ذبح کند. خون بره را در 1 تشت بریزید و بعد با دسته ای از گیاه زوفا خون را بر سردر خانه خود بپاشید و کسی از شما از در خانه خود تا صبح بیرون نرود. و در آن شب بره را بریان کرده گوشتان را بخورید، اما هیچ کدام از استخوان‌هایش را مشکنید. آن را با نان بدون خمیر بخورید. این عید فسح است. چون در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد و همه نخست زادگان چه از انسان و چه از حیوانات را خواهم کشت و تمامی خدایان مصر را مجازات خواهم کرد تا بدانند که من یهوه خداوند هستم. و آن خون علامتی برای شما خواهد بود بر خانه هایی که در آنها می باشید و چون خون را ببینم نخواهم گذاشت که هلاک کننده به خانه های شما داخل شود تا شما را بکشد، از شما خواهد گذشت. و هر سال این آیین را به عنوان یاد بود به جا آورید، چون عید فسح خداوند است. پس بنی اسرائیل رفته چنان که خداوند به موسی و هارون امر فرموده بود همچنان کردند و در نیمه شب چنان که خداوند گفته بود واقع شد. خداوند تمامی نخست زادگان مصر را از نخست زاده فرعون گرفته که بر تخت او نشسته بود تا نخست زاده اسیری که در زندان بود، حتی نخست زاده های بهایم را کشت. و در آن شب فرعون و همه بندگانش و جمعی مصریان برخاستند و شیون عظیمی در مصر برپا شد، زیرا خانه‌ای نبود که در آن مرده‌ای نباشد. اما کسانی که سردر خانه‌هایشان با خون بره علامت زده شده بود نجات یافتند. سپس فرعون موسی و هارون را در شب طلبیده و گفت: برخیزید همه شما و همه جمعی بنی اسرائیل و از میان قوم من بیرون شوید، بروید و خداوند را عبادت نمایید همانطور که خواسته بودید. و اهل مصر نیز به قوم اسرائیل اصرار می کردند که عجله کنند و هرچه زودتر بروند. گفتند: اگر نروید همگی ما خواهیم مرد. و مصریان حتی جواهرات و طلا بدیشان دادند و بنی اسرائیل که الان میلیون ها نفر بودند با گله ها و رمه های خود رفتند، همانطور که خدا به ابراهیم گفته بود. نسل ابراهیم تا 4 نسل در بردگی بودند
تا بالاخره با ثروتی عظیم از اسارت آزاد شدند. پس این قوم عظیم که خدا آنان را نخست زاده خود نامیده بود، از مصر خارج شده در کنار صحرا چادر زدند. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: به زودی فرعون درباره بنی اسرائیل فکر خواهد کرد که در صحرا گرفتار شدند، و فرعون دل خود را سخت خواهد گردانید و شما را دنبال خواهد کرد، ولی من در آنها جلال خواهم یافت تا مصریان بدانند که من یهوه خداوند هستم. سپس همانطور که خدا فرموده بود، دل فرعون و خادمینش به ضد آنها برگشت و گفتند: چرا گذاشتیم بردگان بنی اسرائیل بروند؟ و فرعون 600 عرابه مخصوص خود و نیز همه عرابه های مصر و سرداران آنها را برداشت، به دنبال عبرانیان رهسپار گردید و به دیشان رسید، در حالی که قوم اسرائیل پشت به دریای سرخ خیمه زده بودند. وقتی قوم اسرائیل از دور آنان را دیدند، سخت بترسیدند و نزد خداوند فریاد برآوردند. و موسی به قوم گفت: مترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما آشکار خواهد کرد، زیرا مصریانی را که امروز می‌بینید تا ابد دیگر نخواهید دید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد. و خداوند به موسی گفت: عصای خود را به طرف دریا برافراز تا آب آن شکافته شود و بنی اسرائیل از میان دریا برخشکی عبور کند. و موسی چنین کرد و خداوند دریا را به وسیله باد شرقی شدید از هم بشکافت و بنی اسرائیل در میان دریا از راه خشکی که باز شده بود گذشتند. سپس مصریان با تمامی اسبان و عرابه ها و سواران فرعون به دنبال ایشان تاخته به میان دریا آمدند، اما خداوند لشکر مصریان را آشفته کرد و باعث شد که چرخهای عرابه های ایشان از جا کنده شوند تا اسبان نتوانند آنها را بکشند. مصریان هراسان شده و گفتند: از حضور بنی اسرائیل بگریزیم، زیرا خداوند برای ایشان جنگ می کند. سپس خداوند به موسی گفت: دست خود را به طرف دریا دراز کن. و موسی چنین کرد و آب دریا بر مصریان فرو ریخت و تمامی آنان نابود شد. اما خداوند قوم بنی اسرائیل را از میان دریا بر خشکی گذرانید. وقتی که قوم اسرائیل این معجزه عظیمی را که خداوند بر ضد مصریان کرده بود دیدند، از خداوند ترسیدند و به خداوند یهوه و بنده او موسی ایمان آوردند. اما مدت زیادی از نجاتشان از مصر نگذشته بود که اسرائیلیان به موسی شکایت کرده گفتند: ما را بدینجا در صحرا آورده ای تا بمیریم، ما را نه آبی است و نه غذایی. خداوند در پاسخ به شکایت ایشان رحمت بسیار بر آنان نمود و بدیشان آب داد. و خداوند همچنین فرمود: همانا من نان از آسمان برای شما ببارانم. و خداوند چنین نمود و آن نان را منا نامیدند. به زودی این قوم در مقابل کوهی در صحرای سینا اردو زدند. ناگهان صدای رعد و برق هولناکی شنیده شد و ابری غلیظ بر کوه پدید آمد و صدای بسیار بلندی برخاست، به طوری که تمامی قوم بلرزیدند. سپس خداوند در آتش بر کوه نزول کرد و تمامی کوه سخت بلرزید. خداوند موسی را به قله کوه خواند و این کلمات را بدو گفت: من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و خانه غلامی بیرون آوردم. و خداوند این 10 فرمان را بر روی لوح‌های سنگی نوشت: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، بت مساز، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار، پدر و مادر خود را احترام نما، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، دروغ مگو، به مال و ناموس دیگران طمع مورز. خداوند یهوه معیار کامل قدوسیت خیش را از طریق این قوانین داد و نیز به موسی نشان داد که هنگامی که یکی از آنان شکسته می شود، مردم چه باید بکنند. خداوند فرمود: بایستی قربانگاهی از خاک زمین برای من بسازید و بران قربانی ها بگذرانید تا شما را برکت دهم.
خون قربانی کفاره گناه شما خواهد بود و آنگاه شما را خواهم بخشید. بالاخره بعد از 40 سال در صحرا قوم اسرائیل وارد سرزمین موعود کنعان شدند. متاسفانه مردم کنعان به یهوه به عنوان یگان خدای راستین ایمان نیاوردند و بر علیه قوم اسرائیل جنگ ها کردند. اما خدا از یهودیان محافظت کرد تا در سرزمینی که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده بود ساکن شوند. خدا کاهنینی برگزید تا مردم را در مراسم عبادت رهبری کنند. سال یک بار کاهن اعظم به پشت پرده متبرکی که مردم را از حضور مقدس خدا جدا می کرد می رفت و در آنجا نزد خداوند برای تمامی قوم شفاعت می کرد. پس از سالها خدا داوود را به عنوان پادشاه اسرائیل برگزید و او را مردی در پی دل خود نامید و خدا از طریق داوود و دیگر مردان مقدس خود که انبیا نام داشتند با مردم تکلم فرمود. هر وقت که قوم اسرائیل گناه می کرد، خداوند از طریق این انبیا بر علیه گناه آنان هشدار می داد که اگر به گناه خود ادامه دهند، او اجازه خواهد داد که یک ملت غریبه بر کشور آنها تسلط یابد. علی‌رغم این هشدارها، اسرائیل نسبت به خدا سرکشی کرده و انبیای خدا را می کشتند. بالاخره پس از 800 سال سرکشی، قوم اسرائیل از سرزمین خود بیرون رانده شده و در اسارت به سرزمین آشور و بابل برده شدند. اما خدا همچنان از طریق انبیای خود به یهودیانی که در اسارت بودند تکلم فرمود و آنان را به توبه فرا می‌خواند و نیز وعده آمدن نجات دهنده‌ای را که نسل بشر را از اسارت گناه رها خواهد ساخت می‌داد. میکاه نبی دقیقاً محل تولد این یگان نجات دهنده جهان را پیشگویی و ذات خداوندی او را چنین تشریح کرده که از بیت لحم کسی بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و وجودش از ازل است. خدا حتی آشکار ساخت که این نجات دهنده موعود از نسل داوود خواهد بود. از طریق نوشته های ملاکی نبی خداوند نشان داد که قاصد مخصوصی را خواهد فرستاد تا ظهور نجات دهنده را اعلام و مردم را برای آمدنش آماده سازد. زکریای نبی پیشگویی کرد که ای دختر اورشلیم، اینک پادشاه تو نزد تو می آید. او عادل و صاحب نجات و فروتنی باشد و سوار بر کره الاغی می آید. داوود گفت که چگونه آن نجات دهنده موعود از قبل می داند که یکی از دوستان نزدیکش که با او نان می خورد به او خیانت خواهد کرد. و زکریای نبی حتی پیشگویی نمود که بهای خیانت 30 سکه نقره خواهد بود. خدا از طریق اشعیای نبی از پیش اعلام نمود که نجات دهنده موعود شکنجه خواهد شد و بر صورتش تف خواهند کرد. داوود حتی نحوه کشته شدن او را پیشگویی نمود که دستا و پایهای او را سوراخ خواهند کرد، لیکن یکی از استخوانهایش شکسته نخواهد شد و او خواهد گفت ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ و هر که او را در حال مرگ می‌بیند، او را استهزا کرده خواهند گفت او بر خدا توکل داشت که او را نجات خواهد داد. و کسانی که بر او جفا می‌رسانند، رخت او را در میان خود تقسیم خواهند کرد و برای لباس او قرعه خواهند انداخت. اشعیای نبی می‌فرماید که مردم از دیدن صورت او که بر اثر شکنجه تغییر شکل یافته متعجب خواهند شد. پیشگویی های کلام خدا حتی اعلام می کند که چگونه روزی نسل داوود و ساکنان اورشلیم بر آن نجات دهنده‌ای که بر او نیزه زدند خواهند نگریست. و تمام اینها در کلام خدا، کتاب مقدس، قرنها قبل از آمدن آن نجات دهنده نوشته شده بودند. پس از 70 سال اسارت در بابل، خداوند اجازه داد که قومش به سرزمین اسرائیل برگردند. فقط یک گروه کوچکی برگشتند، اما آنان تحت سلطه اقوام دیگر زندگی می کردند. 500 سال بعد، در زمانی که روم بر اسرائیل حکمرانی می کرد، دو یهودی جوان به نامهای یوسف و مریم، هر دو از نسل داوود پادشاه، تصمیم می گیرند که ازدواج کنند. اما قبل از آن که به هم بپیوندند، مریم به وسیله قدرت روح القدس آبستن شد. پس فرشته خداوند به یوسف ظاهر شد و گفت ای یوسف، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است، او پسر خداست. وقتی مریم آن پسر را به دنیا آورد، تو بایستی او را عیسی، یعنی نجات دهنده، بنامی، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. این واقع شد همانطور که اشعیای نبی پیشگویی کرده بود. خود خداوند به شما نشانه‌ای خواهد داد، اینک باکره‌ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل، یعنی خدا با ما، خوانده خواهد شد.
یوسف و مریم میبایستی برای سرشماری و پرداخت مالیات به شهر بیت لحم سفر کنند. هنگامی که در آنجا اقامت داشتند، مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد و او را عیسی نام نهادند. پس همان گونه که پیشگویی شده بود، عیسی از نسل داوود پادشاه در بیت لحم به دنیا آمد. در همان اطراف در میان مزارع چوپانانی بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری می‌کردند. فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان وحشت کردند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم. شادی بزرگ شامل حال تمام مردم خواهد شد. امروز نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. وان کودک بزرگ شده در روح قوی می‌گشت و فیض خدا بر وی می‌بود. وقتی عیسی 30 ساله شد، مردی به نام یحیای تعمید دهنده آمد، مردم را تعلیم و تعمید داده می گفت: توبه کنید، خود را برای آمدن خداوند آماده سازید. یحیی همان کسی بود که انبیا درباره او پیشگویی کرده بودند که آمدن نجات دهنده جهان را اعلام خواهد کرد. در آن وقت عیسی به رود اردن آمد تا از یحیی تعمید بگیرد. وقتی یحیی عیسی را دید، گفت: این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید. آنگاه پس از آنکه عیسی 40 شبان روز در بیابان روزه گرفته بود، شیطان که در باغ عدن در وسوسه کردن حوا موفق شده بود، سعی کرد که عیسی را به طرق مختلف وسوسه کند، اما عیسی هیچ گناه نکرد. بالاخره شیطان عیسی را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت: اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. عیسی فرمود: دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. در هنگامی که عیسی پسر خدا در جسمیت انسانی بر روی زمین زندگی می کرد، درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد، اما مرتکب گناه نگردید. پس در حالی که آدم سقوط کرد، عیسی پیروز شد. این نشان داد که عیسی حقیقتاً می تواند نجات دهنده نسل بشر باشد، بره فرستاده شده از جانب خدا. عیسی به طرق مختلف از جمله معجزات بیشمار آشکار نمود که آن نجات دهنده موعود است. در یک مجلس عروسی آب را به شراب تبدیل نمود. مردی را که برای 38 سال مفلوج بود شفا داد. مردی جزامی که هیچ کس او را لمس نمی کرد، عیسی را دیده به پای او افتاد و گفت: ای خداوند، اگر بخواهی می توانی مرا پاک کنی. عیسی دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود: پاک شو. فوراً جزام او برطرف شد. عیسی چشمان یک نابینای مادرزاد را شفا داد. زنی که مدت 12 سال مبتلا به بیماری بود که اطبا نتوانسته بودند او را درمان نمایند، دست خود را دراز کرده ردای عیسی را لمس کرد. عیسی برگشت و به او گفت: دخترم، ایمانت تو را شفا داده، به سلامت برو. مریضانی را که از بیماری‌های مختلف رنج می‌بردند نزد او آوردند و او همگی ایشان را شفا می‌داد. عیسی 12 مرد را پیش خود خواند تا از او پیروی کنند. با آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون نمایند و آنان را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعلام کرده مریضان را شفا دهند. شهرت عیسی در همه جا پیچید. بسیاری آمدند تا به تعلیمات او گوش دهند و از بیماری‌هایشان شفا یابند. زمانی که جمعیت 5000 نفری گرسنه بودند، عیسی غذای اندک پسر بچه‌ای را برداشته بران دعا کرد. آن غذا به طور معجزه‌آسا زیاد گشته، به حدی که تمام آن جمعیت را سیر کرد و 12 سبد از خورده‌های نان باقی ماند. اما مردم باز هم از عیسی مدرک و سند می‌خواستند که ثابت کند که آن نجات دهنده موعود است. می‌گفتند: پدران ما در بیابان منا را خوردند و خدا از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند. عیسی پاسخ داد: نان خدا آن است که از آسمان نازل شد و به جهان حیات می بخشد. به او گفتند: ای آقا، همیشه این نان را به ما بده. عیسی فرمود: من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد.
و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نخواهد گردید. عیسی پیشگویی کرده بود که میبایستی متحمل رنج‌های سختی شود و رهبران یهود او را رد کنند و کشته شود و در روز سوم باز زنده گردد. اکثر رهبران مذهبی و سیاسی عیسی را رد کردند، اما یکی از مشایخ یهود به نام نیقودیموس یک شب نزد عیسی آمده و در جستجوی حقیقت بود. عیسی به او گفت تا شخصی از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس پرسید چطور ممکن است؟ آیا میتواند شخص سال خورده ای باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی توضیح داد آنچه از جسم تولد یابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. نیقودیموس در جواب گفت چگونه این ممکن است؟ سپس عیسی برای او تولد روحانی را توضیح داد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد. محکومیت واقعی این است: نور به جهان آمد ولی مردم تاریکی را بر نور ترجیح دادند چون اعمالشان شرارت آمیز بود. هر که به پسر ایمان آورد حیات جاودان دارد، اما کسی که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. بالاخره نیقودیموس درک کرده ایمان آورد. عیسی به یک زن سامری فرمود هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. آن زن گفت من میدانم که مسیح یعنی آن نجات دهنده موعود خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی به او گفت من که با تو صحبت میکنم همانم. سپس عیسی به مردم تعلیم داده فرمود اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و به دنبال من بیاید. برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد؟ برحذر باشید از طمع، زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمی دهد. زیرا هر جا گنج توست دلت نیز آنجا خواهد بود. سپس سران یهود جلسه ای تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند، اگر او را همینطور آزاد نگه داریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهد آمد و ما را برکنار خواهند کرد. عیسی با اقتدار تعلیم میداد. او بازرگانان و مشتریان آنها را از معبد خدا بیرون کرده فرمود کلام خدا میفرماید خانه من محل دعا برای جمعی ملل است، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. خواست پدر من این است که هر کس به پسر خدا ایمان آورد صاحب حیات جاودانی گردد و من او را در روز باز پسین زنده خواهم کرد. اما شما ایمان ندارید. مسیح از ابتدا میدانست چه کسانی به او ایمان نمی آورند و چه کسی به او خیانت خواهد کرد. به این ترتیب درباره او در میان مردم دو دستگی به وجود آمد. بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر ملاهای یهود و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا که تعریف از انسان را بیش از عزتی که از جانب خداست دوست می داشتند. اکثر رهبران مذهبی می‌خواستند عیسی را از بین ببرند اما نمی‌توانستند چون مردم مشتاق شنیدن سخنان او بودند. عیسی به تعلیم دادن در معبد ادامه داده فرمود من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت. و به کسانی که به او ایمان آورده بودند فرمود اگر مطابق تعالیم من عمل کنید در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. اگر پسر خدا شما را آزاد سازد واقعا آزاد خواهید بود.
من در هستم، هر که به وسیله من نزد خدا آید نجات می‌یابد. من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد. گوسفندان من مرا می‌شناسند و من آنها را، و به دنبال من می‌آیند و من با آنها حیات جاودان می‌بخشم و هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از دست من بگیرد. پس از 3 سال عیسی به 2 نفر از شاگردان خود دستور داده که بروند و کره الاغی را که کسی بر آن سوار نشده بود نزد او بیاورند. و او سوار آن شد. همانطور که به طرف اورشلیم می‌رفت، جمعیت بزرگی به خاطر کارهای عظیمی که دیده بودند شروع به شادی کردند و با صدای بلند ستایش خدا نمودند. آنها با فریاد می‌گفتند: مبارک باد پادشاهی که به نام خداوند می‌آید. خدا را در عرش برین جلال باد. اما وقتی عیسی به شهر نزدیکتر شد، بر آن اشک ریخت، زیرا مردم هنوز او را به عنوان آن نجات دهنده موعود تشخیص نداده بودند. سپس شیطان به دل یهودا که یکی از 12 حواری مسیح بود وارد شد. یهودا پیش سران یهود رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را با آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شده تعهد نمودند در ازای 30 سکه نقره یهودا به آنان انتدا دهد در چه فرصتی میتوانند عیسی را دور از چشم مردم دستگیر کنند. عیسی میدانست که زمان رحلتش فرا رسیده، پس شاگردان خود را جمع نمود تا شام فصح را با هم بخورند. عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده و به شاگردان داد و فرمود: بگیرید و بخورید، این بدن من است که برای شما تسلیم می شود، این کار را به یاد بود من انجام دهید. بعد پیاله را گرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و هم از آن خوردند. عیسی فرمود: این است خون من که برای بسیاری ریخته می شود و نشانه پیمان خدا با انسان است. یقین بدانید که دیگر از میوه مون نخواهم خورد تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را با شما تازه بنوشم. دلهای شما مضطرب نشود، به خدا توکل کنید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست، من میروم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره میایم و شما را پیش خود میبرم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما میدانید به کجا میروم و راه آن را نیز میدانید. توما گفت: ای خداوند، ما نمیدانیم تو به کجا میروی، پس چگونه میتوانیم راه را بدانیم؟ عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمیآید. عیسی همچنین به شاگردان در مورد ایام سختی که در پیش بود هشدار داد و فرمود: اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. کسی که از من متنفر باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. پس از شام عیسی برای دعا به باغی به نام جتسیمانی رفت. شاگردانش نیز با او رفتند. پس از دعا سران کاهنان، افسران معبد و مشایخ به آنجا رسیدند و به دنبال عیسی می‌گشتند. یهودا که تازه با او شام خورده بود، آن گروه را رهبری می‌کرد. یهودا پیش عیسی رفت و گفت: ای استاد، و او را بوسید. ناگهان وقتی عیسی خود را با آن گروه با گفتن من هستم شناسان، آنان عقب عقب رفته به زمین افتادند. پس از آن عیسی اجازه داد که او را ببندند و به خانه کاهن اعظم بیاورند. افسران معبد عیسی را مسخره کرده و بر رویش آب دهان می انداختند. چشمانش را بسته و با مشت و سیلی او را می زدند و می گفتند: از غیب بگو، کی تو را زد؟ صبح روز بعد تمام حاضران در مجلس عیسی را به حضور پیلاتوس فرماندار رومی بردند و علیه او شکایت کرده می گفتند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به منحرف کردن ملت ما مشغول بود. اما پس از بازجویی از عیسی، پیلاتوس با آنان گفت: او کاری نکرده است که مستوجب مرگ باشد، بنابراین او را پس از تازیان زدن آزاد می کنم. اما همه با صدای بلند گفتند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. پس پیلاتوس که مایل بود مردم را راضی نگه دارد، دستور داد عیسی را تازیان زده بسپارند تا مصلوب شود. سربازان رومی از روی استهزا تاجی از خار بافته و روی سرش گذاشتند و ردای ارغوانی به او پوشانیدند و میگفتند: سلام ای پادشاه یهود، و به او سیلی میزدند. سپس
عیسی را در حالی که صلیب خود را حمل می‌کرد به محلی به نام جلجتا یعنی کاسه سر بردند. در همان منطقه بود که سالیان پیش خدا به ابراهیم فرمود که پسر یگانه و محبوب خود را قربانی کند و در همان جا پسر یگانه و محبوب خدا را به صلیب میخکوب کردند. در آن هنگام عیسی فرمود ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. دو جنایتکار را نیز با عیسی مصلوب کردند. سربازان لباس‌های عیسی را برداشته و بر سر ردای و قرعه انداختند و این ترتیب پیشگویی‌های داوود نبی تحقق پذیرفت. برای 3 ساعت مردم تماشا می‌کردند و رؤسای آنان با طعنه می‌گفتند دیگران را نجات داد، اگر این مرد مسیح و برگزیده خداست حالا خودش را نجات دهد. تقریباً ظهر بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت. پیشگویش عیای نبی تحقق پذیرفت که فرمود خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. سپس عیسی با صدای بلند گفت خدای من خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است گفت تشنم. و بدین طریق پیشگوی کلام خدا تحقق یافت. سربازان او را مسخره کرده جلو آمده شراب ترشیده خود را به او تعارف کرده گفتند اگر تو پادشاه یهودیان هستی خود را نجات بده. وقتی عیسی به شراب لب زد گفت تمام شد، ای پدر روح خود را به تو تسلیم می کنم. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. در آن لحظه آفتاب گرفته بود، زمین لرزه شد و پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین دوپاره گشت. سروان رومی که در مقابل او ایستاده بود وقتی چگونگی مرگ او را دید گفت حقیقتاً این مرد پسر خدا بود. سپس سربازان جلو آمدند و ساق پایان 2 نفری که با عیسی مصلوب شده بودند را شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساق‌های او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون آب از بدنش جاری شد. چنین شد تا پیشگوی کتاب مقدس که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. و نیز آنها به کسی که به او نیزه زدند خواهند نگریست. بعد از آن 2 ایماندار به نام‌های یوسف و نیقودیموس بدن عیسی را بردند، در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند و عیسی را در مقبره گذاشتند. بنابر درخواست رهبران یهود مقبره را مهر و موم نموده و سربازان رومی از آن محافظت می‌کردند. بعد از 3 روز زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند ناظر شده و سنگ دهانه مقبره را به کناری غلطانید. سربازان رومی از ترس لرزیدن و فرار کردند. وقتی پیروان عیسی به سر قبر آمدند و دیدند سنگ به کناری غلطانیده شده سردرگم بودند که ناگهان 2 مرد با لباس‌های نورانی در کنار آنان ایستاده گفتند چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ اینجا نیست بلکه زنده شده است. به یاد بیاورید که قبلا به شما گفته بود که او میبایستی به دست گناهکاران تسلیم گردد، مصلوب شود و در روز 3 قیام کند. آن وقت سخنان او را به خاطر آوردند. شب همان روز عیسی نزد شاگردان آمده در بین ایشان ایستاده فرمود سلام بر شما باد. اما ایشان ترسان شده گمان بردند که روحی میبینند. پس به ایشان گفت به دست ها و پاهای من نگاه کنید، خودم هستم، به من دست بزنید و ببینید روح مانند من گوشت و استخوان ندارد. همه چیز همانطور که به شما گفته بودم انجام شد، زیرا که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده بود باید به انجام می رسید.
بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود این است آنچه در کلام خدا نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت ها اعلام گردد و شما بر اینها گواه هستید. پس از آن عیسی به افراد بسیاری ظاهر شده و نشان داد که حقیقتاً از مرگ قیام کرده و به شاگردان خود مأموریت داد که به تمام نقاط دنیا بروید و این مژده نجات را اعلام کنید. پس از 40 روز عیسی به شاگردان خود فرمود وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و به دیگران تا دور افتاده ترین نقاط عالم در مورد من خواهید گفت. همین که عیسی این را گفت در حالی که همه نگاه می‌کردند بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می‌کنید؟ همین عیسی که به آسمان بالا برده شد همان طوری که بالا رفت دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. پس پیروان عیسی رفته و مژده نجات آسمانی را اعلام و تعمید می‌دادند و به همه می‌گفتند که مسیح یگانه نجات دهنده جهان از مرگ قیام کرده. از کلام خدا نشان می‌دادند که چگونه از طریق آدم گناه و مرگ وارد جهان شد، اما به وسیله عیسی آمرزش و قیام از مرگ و اینکه روزی بدن‌های تمام کسانی که به مسیح ایمان آوردند از مرگ خواهند برخاست، همراه با ایمانداران به مسیح که زنده هستند در ابرها بالا برده شده تا در آسمان با خداوند ملاقات نماید. کلام خدا همچنین می‌فرماید آسمان گشوده خواهد شد و عیسی به عنوان پادشاه فاتح به زمین برخواهد گشت و بر لباس و عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم خواهد بود و لشکریان آسمان سوار بر اسب‌های سفید به دنبال او خواهند آمد و عیسی بر کوه زیتون خواهد ایستاد همانطور که زکریای نبی پیشگویی کرده است و مسیح بر جهان سلطنت خواهد نمود. اما پس از 1000 سال شیطان یک بار دیگر بیرون خواهد رفت تا ملت‌های جهان را فریب دهد، اما از آسمان آتش خواهد بارید و کسانی که از شیطان پیروی می‌کنند نابود خواهند شد و سرانجام شیطان آن فریب دهنده در دریاچه آتش افکنده خواهد شد و شب و روز تا به ابد عذاب خواهد کشید. آنگاه در حضور تخت سفید بزرگی مردگان از کوچک و بزرگ در حضور خدا خواهند ایستاد و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده باشد به درون دریاچه آتش افکنده خواهد شد. اما در آسمان و زمین جدید خدا در میان قوم خود خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم، گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. دیگر شب نخواهد بود و نه نیازی به نور خورشید، زیرا جلال خدا و بره خدا نور و چراغ خواهد بود و آنان تا به ابد سلطنت خواهند کرد. و درخت حیات در آنجا خواهد بود و دیگر چیزی که ملعون شده باشد در آن یافت نخواهد شد. عیسی می‌فرماید ای تشنگان بیایید، آب حیات را رایگان بپذیرید. آری من به زودی می‌آیم. مبارکند کسانی که از کلام من اطاعت می‌کنند. هر که سخنان مرا بشنود و ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. این است داستان خدا برای شما. شما هم اکنون دیدید که خدای خالق و حیات دهنده تکلم فرموده و به شما توجه دارد. می توانید او را صمیمانه بشناسید و نقشه عالی او را برای زندگیتان درک کنید. اما خدا قدوس است و بایستی به او بر طبق شرایط او نزدیک شد. همه ما گناه کرده ایم هنگامی که سعی نموده ایم مستقل از خدا زندگیمان را اداره کنیم. کتاب مقدس می فرماید که اگر شما حتی تمام احکام خدا را نگه دارید اما فقط یکی از آنها را بشکنید در حضور خدا گناهکار هستید.
بنابراین هیچ کدام از اعمال دینی یا کارهای ثواب شما نمی توانند به معیار قدوسیت خدا برسند. شما در گناه گم شده و از خدا جدا هستید. اما همچنین دیدید که خدا ناتوانی روحانی شما را درک کرده و آنقدر به شما محبت دارد که عطا فرمود تا پسرش عیسی مسیح مجازات شما را بر خود گرفته و برای گناهان شما بمیرد. کتاب مقدس می‌فرماید مزدی که گناه می‌دهد مرگ ابدی است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحدند حیات جاودان می‌بخشد. نجات آسمانی از آتش جهنم یک هدیه است، نمی‌توان آن را با اعمال خود به دست آورد. به این دلیل است که شما احتیاج دارید از گناهانتان توبه کرده و از عیسی مسیح بخواهید به زندگی شما به عنوان خداوند و نجات دهنده تان وارد شود و گناهان شما را بیامرزد. اگر می‌خواهید همین الان یک فرزند خدا شوید و مسیح نجات دهنده و خداوند شما باشد، هم اکنون با خدا صحبت کنید. می‌توانید این دعا را با من تکرار نمایید. ای خدای مهربان، اعتراف می کنم که بر علیه تو گناه سرکشی کردم. متشکرم که اجازه دادی عیسی مسیح پسر تو برای پرداخت مجازات گناهان من بر روی صلیب بمیرد. اکنون از مسیح می خواهم که به زندگی من وارد شود و خداوند و نجات دهنده من باشد. ای مسیح، متشکرم که دعای مرا شنیدی و به زندگی من وارد شده ای. آمین. اگر شما هم اکنون این دعا را از صمیم دل کرده اید و می خواهید خدا پدر آسمانیتان را بهتر بشناسید، سه کار بایستی انجام دهید. هر روز دعا کنید. هر روز کلام او یعنی کتاب مقدس را بخوانید و به یک کلیسایی که به کلام خدا وفادار است بپیوندید. اگر علاقه‌مند به دریافت اطلاعات روحانی بیشتری در مورد رابطه جدیدتان با خداوند هستید، می توانید با آدرسی که می بینید با ما تماس بگیرید.